امروز باید با هم دیگه بریم چند تا از کوین های رو بررسی بکنیم که یکی از چنل ها داره به ما میگه که این کوین ها ممکنه که در آینده خیلی نزدیک جامپ های خیلی بزرگی رو بزنن و کوین های مناسبی برای سرمایه گذاری هستن. البته این حرف من نیستش، یکی از بزرگترین چنل ها در زمینه ارز دیجیتال داره این حرف رو میزنه. پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که بریم با هم دیگه این توکن ها رو بررسی بکنیم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم، امروز اومدیم بریم برای بررسی یک سری توکن هایی که برای خرید و هولد کردن مناسب هستن. بچه ها حالا توضیحات کامل رو بهتون میگم. اینجوری نیست که 100% اینا شما اگر بخرید ماه دیگه میلیونر میشید، نه بچه، اصلا اینطوری نیستش. کاملا کار ریسک داریه، ولی خب طبق چیزایی که حالا بررسی که انجام شده احتمالا اینا کوین های باشن که بتونن جامپ های خیلی خوبی رو بزنن. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. تو حساب گرم بدون معطلی بزنیم سراغ آموزش امروزمون. خب بچه ها، ما امروز اومدیم با هم دیگه 4 تا از کوین های برتری رو حساب بکنیم و بریم بررسی بکنیم که گفته که توی کوین های چینی هستن که قرار جامپ های خیلی خوبی رو بزنن. چنل آلت کوین باز داره این رو به ما میگه. بچه‌ها یکی از چنل های بزرگ هستش در زمینه ارزهای دیجیتال و با هم دیگه میریم دونه دونه این ارزها رو بررسی میکنیم. اولین ارزی که به ما گفته ارز ایما تیبل ایکس هستش، IMX. بچه‌ها ارزیه که حالا من میام الان داخل پلتفرم توکن آنلاکس، پلتفرمیه که به ما نشون میده که ارزها چقدر احتمال داره که جامپ بزنن، ارزها برای سرمایه‌گذاری خوب هستن یا نه. این ارز رو بچه الان قیمتش رو داریم همین الان با هم دیگه میبینیم. قیمتش بودید 77 سنت هستش و نوشته که 48% هنوز لاک شده هست. 14 روز و 23 ساعت و 43 دقیقه و 13 ثانیه دیگه قراره که این مقدار ازش بچه آنلاک بشه و قراره که باز بشه. چیزی حدود 14 میلیون دلار قراره که آنلاک بکنه و خب این نشون میده که حالا ممکنه که جامپ خوبی بزنه این توکن و ممکنه که بتونه خوب قیمتش بره بالا. و نمیشه که چقدر کلا سوپلای داره و اینکه حالا مارکت کپش رو نوشته و همه این توضیحات رو داره به ما میده که این توکن به چه شکلی هستش. نصفش تقریبا آنلاک شده دیگه، نصف بیشترش آنلاک شده و نصف کمترش هم مونده، 48% مونده که هنوز لاک هستش. اما خب حالا این بچه این پلتفرم رو داشته باشید در نظر، توکن آنلاکس اینو قراره با هم دیگه جدیدن و حالا در ادامه روند شنل خیلی باش کار داریم. پلتفرم خیلی خفنیه، خیلی قدیمی، من خودم قبلا باش خیلی کار کردم ولی حالا جدیدن گفتم بیارم توی چنلم بهتون نشون بدم. خیلی اطلاعات دقیقی رو در رابطه با ارزها به ما میده و بیشتر ارزهایی که حالا هنوز جامپ نزدن و احتمال اینکه جامپ بزنن هست رو داره به ما نشون میده بچه‌ها و اینجا میتونیم ارزها رو بیایم بررسی بکنیم. خب بچه‌ها حالا این توکن توکنیه که شرکت تنسنت اومده روش سرمایه گذاری کرده. تنسنت یکی از بزرگترین شرکت‌های هلدینگ حالا چینی هستش که من توی ویکی‌پدیا اومدم سرچش کردم و میبینید که درآمدی که سال پیش داشته بچه‌ها 86 بیلیون دلار بوده. این شرکت فقط اینقدر تونسته سال پیش درآمد داشته باشه و داره توی این زمینه فعالیت میکنه، توی زمینه هولدینگ هستش کلن. و اینکه حالا شرکتیه که اومده یه مقدار خیلی زیادی بچه‌ها حدود چند صد میلیون دلار توی این توکن سرمایه گذاری کرده و پول گذاشته. خب این اولین توکن بودش بچه‌ها. من این رو بهتون بگم اصلا این که من دارم اینو معرفی میکنم نه پیشنهاد خودم هستش، من اونقدر اطلاعاتی در رابطه با ارزهای دیجیتال ندارم و من فقط دارم توضیحاتی که این ویدیو بهتون داده و ارزهایی که این سایت داره به ما میگه و این چنل به ما میگه رو دارم بهتون میگم. اگر خودتون خواستید میتونید برید هولد بکنید، میتونید برید سرمایه گذاری بکنید. من اصلا پیشنهاد نمیکنم، ردم نمیکنم. بالاخره دیگه توکنه دیگه، ممکنه شما بخرید فردا صفر بشه، ممکنه بخرید او برسه به 100 دلار و پولتون چندین برابر بشه دوستان. اما توکن بعدی که ما اینجا داریم با هم دیگه توکن سند باکس هستش. من اگر روش کلیک بکنم، حالا سب بکنم تو برای من لود بکنم، میبینید که توکن سند باکس هستش. سند باکس بچه کلان بیسش بر روی بازیهای کریپتویی بوده و از بازیهای کریپتویی به وجود اومده و اگر من انتخابش بکنم میبینید که قیمتش الان این مقدار هستش، قیمتش 55 سنت و از یک سال گذشته اگر ما بخوایم با هم دیگه ببینیم میبینید که قیمت بالاتری داشته بچه‌ها. قیمتش چقدر قیمتش تا 1.5 دلار هم رفته و بیشترین قیمتی که تا الان داشته 7 دلار بوده. ولی خب الان حالا طبق توییت هایی که زده شده و طبق چیزایی که بچه‌ها آورده و اتفاق خیلی خفنی که افتاده، بچه‌ها بی بی سی با هم دیگه ملحق شده به سندباکس و بی بی سی داره باهاش همکاری میکنه، یعنی بی بی سی بچه‌ها خودمون هم بی بی سی حالا بزرگ بین المللی
اومده داره با این پلتفرم و با این کوین سرمایه گذاری میکنه و کلا فعالیت میکنن با هم دیگه، باعث شده که خیلی ها توجهشون بهش جلب بشه و بگن که خب ممکنه که دوباره همون قیمت 7 دلار رو ببینه، یعنی ممکنه حتی بیشتر رو هم ببینه و اینجا داریم قیمتاش رو با هم دیگه کاملا میبینیم دوستان. اینم از توکن بعدی بچه‌ها. یادتون نره که حتما اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد، اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومده حتما حتما لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب هم بکنید و یه کامنت پر انرژی هم برام بذارید بچه‌ها اگر این سبک از ویدیوها رو دوست دارید، ممنونتون میشم. توکن بعدی که به ما معرفی کرده توکن بچه‌ها، حالا من تلفظش رو نمیدونم چجوری، فالا نتورک PHA هستش اگر اشتباه نکنم. اینم یک توکنی که قیمتش الان 13 سنت هستش، توکنیه که قیمتش قبلا تا 1 دلار و 20 و حالا بیشتر قیمتی که داشته 1 دلار و 22 سنت بوده و الان قیمت پایین داره، یعنی هم موقعی که لانچ شدم هم قیمتش همینقدر بوده که خب داره این سایت به ما میگه و این ویدیو داره به ما میگه که ممکنه که قیمتش دوباره بره بالا. حالا طبق بررسیایی که کردن احتمالش هست که قیمتش بره بالا بچه‌ها، طبق حالا بررسیایی که توی چارت انجام شده، ولی خب میگم اینا همش به چه ریسکه و اصلا چیزی به عنوان 100 درصدی وجود نداره که شما مثلا 100 درصد این توکن رو بخرید قیمتش میره بالا، نه اصلا همچین چیزی وجود نداره. توکن بعدی که این پلتفرم به ما معرفی کرده و این سایت به ما معرفی کرده توکن کوین فلاکس هستش که خب سایت خودش هم هست، میتونید حالا سایت خودش هم بعدا بریم ببینیم. قیمتش الان 28 سنت هستش. اگر بخوایم سایت خودش رو هم بررسی بکنیم و ببینیم، خب میبینید که اینجا برای ما سایتش رو میاره، میتونید بیاید ببینید بچه اینجا داره اطلاعاتی در رابطه با این کوین به ما میده. خب میبینید اینجا سایت برای ما آورده، میگه شما میتونید بلت بگیرید، از همین جات خود سایتش هم میتونید بچه ها خریدتون رو انجام بدید و قیمتش الان 28 سنت هست. اگر روی گزینه آل بزنم میبینید که قیمتش تا 1.5 دلار هم رفته بوده، قیمتش پایین تر بوده بچه ها، قیمتش روی 2 سنت بوده، الان رسیده به 28 سنت یعنی توی همین چند وقت گذشته، توی همین 2-3 ماه گذشته قیمتش خیلی اومده بالا و خب میگن که احتمال اینکه دوباره قیمتش بره خیلی بالاتر هم وجود داره و احتمال زیاد همین اتفاق قراره که بیفته. اما خب باز هم میگم بچه ها همه اینها احتمالات هستش، ولی خب کلن این چنلی که بهتون معرفی کردم چون چنلیه که کوینایی که قبلا معرفی کرده، توکنایی که قبلا معرفی کرده جامپ خوبی داشتن، حالا گفتم بهتون بیام معرفی بکنم اگر خواستید بیاید خرید بکنید. من خودم خریدی انجام نمیدم چون فعلا نمیخوام بچه‌ها بیام روی کوینی سرمایه گذاری بکنم، اما شما هم اگر میخواید بذارید بچه‌ها دقت بکنید، اینا کوین هایی هستن که حالا شت کوین نیستن ولی خب کوین هایی هستن که و توکن هایی هستن که اونقدر چیزای حرفه‌ای نیستن و اصلا درست نیستش که بیاید شما درآمد سرمایه های خیلی زیادی بذارید. مثلا سرمایه هایی که ببینید میلیون دلار دارن سرمایه میذارن، خب اینا شرکت های بچه هولدینگ هستن که فقط 86 بیلیون سال پیش تونسته کسب درآمد بکنه، ولی خب میگم اونجوری نیستش که شما هم بخواید این مقدار بذارید، شما میتونید به مقدارهای کم رو توی توکن های مختلف پخش بکنید اگر خواستید سرمایه بذارید، که من نه پیشنهاد میکنم نه رد میکنم. مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردید بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحال میکنید که چنل منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت هم بذارید. دمتون حسابی گرم واسه ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.